دولت ترامپ در واکنش به وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط چین و روسیه برای جلوگیری از تحریم سوریه به اتهام استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه شهروندان خود دو کشور را به انجام اقدامی تکان دهنده و وحشتناک و غیر قابل دفاع متهم کرد. پیشنویس این قطعنامه توسط ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه تدوین و برای تصویب در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده بود. قطعنامه روز گذشته در شورای امنیت به شور گذاشته شد و از 15 عضوان 9 کشور به آن رأی مثبت دادند و 3 رأی ممتنع و با وتوی دو کشور روسیه و چین رد شد. گزارشی از پروانه هدایت. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در واکنش به وتوی قطعنامه تحریم سوریه توسط چین و روسیه با جملات و لحنی عصبانی دو کشور را به باد انتقاد گرفت که این پیام نادرست را به جهان می‌فرستادند که متحدانشان حتی اگر شهروندان خود را با سلاح شیمیایی از بین ببرند مهم نیست، از طرف آنها حمایت و پشتیبانی خواهند شد. کار امروز روسیه و چین وحشتناک و تکان دهنده و غیر قابل دفاع بود. حاضر نشدند رژیم بشار اسد را مسئول استفاده از تسلیحات شیمیایی بدانند. برای شورای امنیت روز غم انگیزی است که اعضایش کشتار شهروندان یک کشور را به دست رژیمشان توجیه کنند. در بسیاری از گزارش‌های این واکنش به مثابه نخستین تقابل آشکار دولت ترامپ با روسیه عنوان شده است، کشوری که دونالد ترامپ از ابتدای ورود به صحنه سیاسی آمریکا با موضعی جانبدارانه از آن دفاع کرده و گفته بود می‌تواند شریک خوبی در جنگ با تروریسم و جلوگیری از ادامه عملکرد رژیم سوریه در برخورد با مردم خود باشد. ولادیمیر سافرونکوف سفیر روسیه هم در مقابل انتقاد نیکی هیلی را از روی عصبانیت و ناعادلانه خواند و گفت قضاوت با خداوند است که چطور غرب سعی می کند دولت قانونی سوریه را بی اعتبار کند. متیو ری کرافت سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد نیز وتوی روسیه و چین را در واقع بی اعتبار کردن نقش شورای امنیت و قوانین بین المللی در جلوگیری از استفاده از تسلیحاتی که وحشیانه مردم را می کشد توصیف کرد. وی افزود این هفتمین بار در 5 سال گذشته است که روسیه قطعنامه های تنبیهی علیه سوریه را وتو می کند. پیشنویس این قطعنامه توسط ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه برای تصویب به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده بود. البته از پیش با توجه به هشدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که اعمال تحریم همزمان با روند مذاکرات صلح سوریه را کاملا نامناسب خوانده بود، انتظار چنین اقدامی می رفت. پیشنویس قطعنامه پس از انتشار نتیجه تحقیقات مشترک سازمان ملل متحد و سازمان جلوگیری از استفاده از تسلیحات شیمیایی و اثبات نقش رژیم سوریه در استفاده از بمب‌های حاوی گاز کلور علیه غیر نظامیان برای تحریم اقتصادی و سیاسی سوریه به شورای امنیت تسلیم شده بود و در صورت تصویب 21 فرد حقیقی و حقوقی سوریه را به خاطر کمک به حمله‌های شیمیایی سال 2014 و 2015 مشمول تحریم می‌کرد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.